اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الله علی سیدنا و محمد و آله طیبین طاهرین عرض سلام و دارم خدمت همه شما مؤمنین خب بعضی از خانمها از ما تقاضای ذکر فرمودند الان هم خدمت شما یکی از کار خیلی زیبایی که چند تا اثر دارد اثر اول کسی که افسرده است اثر دوم کسی که مشکلات مالی دارد اثر سوم این است که کسی اگر ازدواجش به تأخیر افتاده است مخصوصا دختر خانم هایی که به تعبیر ما دم بخت هست و شوهر خوب گیرش نمی آید الله اون حاجت خاص را بند نظر بگیرد و این ذکر را بیان کند این ذکر را هم جادوگری نیست سحر نیست بلکه نص آیه قرآن هست که تأکید فرموده است در آیات قرآن کریم ما خیلی درباره ذکر سفارش زیادی شدیم و تنها چیزی که محدودیت در اون نیست همین ذکر هست میفرماید در سوره احزاب آیه 41 الی 43 یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا کسانی که ایمان آوردید ذکر بگید کمم نه خیلی زیاد و سبحوه و بکرت و اصیلات بعد دیگه ادامه شست که من فرصت رو نمیگیرم امام صادق علیه السلام فرمودن ما من شیء الا و له حد ینتهی الیه الا الذکر هر چیز حد دارد مگر اینکه ذکر که حدی ندارد فلیس له حد ینتهی الیه هیچ حدی درباره ذکر نیست نماز بله یک مقدار حج سال یک بار کربلا هر چیز رو که حساب بکنی الا ذکر ذکر در دا فذکرونی اذکرکم و شکرونی ولا تکفرون ای خدا خداوند می فرما میفرماید که اگر شما من را یاد کنید من هم در یاد شما هستید یاد شما هستم خب فرمودن در حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام داریم که اگر شما خداوند میفرماید اگر شما در نفستون در جانتان یا ذکرتان رو یاد بگیرید یعنی ذکر درونی بگید خب من هم عنایتی میکنم در همون جان شما در روح شما و اگر در خلوت ذکر بکنید من هم در خلوت شما رو یاد میکنم یاد خدا برطرف کردن همین مشکلات ماست و اگر در جمع یاد بکنید من هم شما را در جمع بهتر یاد می کنم. خب این ذکر هست الذین آمنوا آیه دیگر سوره رعد آیه 28 الذین آمنوا و تطمئن القلوبهم تطمئن قلوبهم به ذکر الله الا به ذکر الله تطمئن القلوب با ذکر خدا دلها آرام میگیرد امام علی علیه السلام فرمود ذکر الله جلاء الصدور و تمعنینت القلوب یاد خدا روشنی سینه ها و آرامش دل هاست خب اینها رو مقدمی عرض کردم که انشاءالله اگر از این مباحث ذکرها را ما خدمت مؤمنین به عرض رساندیم یک وقت نگویند که این جادوگری است این سحر است اینا نص آیه قرآن و دساتیر ائمه اطهار علیهم السلام هست که انشاءالله همه مؤمنین مخصوصا خانم هایی که به این بحث ها توجه دارن الله احتمام بیشتر و جدیتر تر بپردازن خب میخواییم در این رابطه من عرض کنم یکی از از کاری را که عرض کردیم از حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی منقول هست بلی ذکر را باید از هر کسی نگیره انسان هر کسی آمد یک ذکر نه ذکر باید پشتوانه حدیثی یا علمای بزرگ بگن که هم پشتوانه حدیثی داره این ذکر پس من اینطوری می نویسم ذکری برای رفع افسردگی این یک رفع افسردگی حالا این بقیه شم بینویسیم رفع افسردگی دوم برطرف شدن مشکلات وسعت رزق و مخصوصا که حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی فرمودند که بر درباره تأخیر نیفتادن ازدواج مخصوصا دختران چون خیلی مشکل هست که دخترها در هر جامعه مخصوصا اینجا که شب اول اینکه مجرد بمانند این یک مشکل هست و دوم اینکه شوهر خوب گیرشان بیاید که یک وقت اگر شوهر بد گیر بیاید از اون که نباشد بهتر هست لذاست که این ذکر را فرمودن دستور دادن که این ذکر را بخوانید ذکر چیست که من عرض می کنم این خوب دقت بفرمایید بعد از من اینطوری می نویسم که دقت بیشتر بشه بعد از نمازهای واجب بعد از نمازهای واجب که ما همون صبح و ظهر و عصر و مغرب و اشا داریم بعد از هر نماز واجب این یک بعد از و بعد از تسبیحات فاطمه الزهرا زهرا سلام الله علیها نماز واجبمون رو خواندیم تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها رو انجام دادیم بعد اون چی چی میگیم صد مرتبه صد مرتبه این ذکر را میگوییم این ذکر را من مینویسم و آهسته آهسته میگم که انشاءالله حتما این رو با همین طریقهش بخوانید. ذکر چیست یا ربل رب یا ربل یا رب حسین جمله دومش به حق الحسین به حق الحسین بحق الحسين جملة سبوم اشفى صدر الحسين اشفى صدر الحسين جملة شهاروم بظهور ال... ب ظهور خجه این ذکر رو صد مرتبه بعد از نمازهای واجب صبح و ظهر و عصر و مغرب بعد از تسبیحات فاطمه زهرا صد مرتبه این ذکر را میگیم یا رب الحسین به حق الحسین اشفه صدر الحسین به ظهور ال جه. این را انشاءالله میگیم و حتما حاجت من را میگیریم اگر افسرده هستیم انشاءالله این حاجت رو اون افسردگی رو در نظر میگیریم یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین این مثلا اگر خواهی دو چار مرض افسردگی هستیم که خیلی زیاد شده این مرض افسردگی خود را در نظر میگیریم اگر مشکل خاص دیگر داریم اون مشکل را در نظر میگیریم مشکل رزق داریم رزق روزی ما کم هست اون رو در نظر میگیریم یا مثلا ازدواج فرزندانمان مخصوصا ازدواج دخترانمان به تأخیر افتاده همون را در نظر میگیریم ان شاء الله به حق امام حسین علیه السلام و حضرت حجت روحی و ارواح العالمین در تراب مقدم مقدم الفدا ان شاء الله این را این را خداوند عنایت می‌فرماید و اون مشکل ما برطرف می شود این را پس کی فرموده که سندش را هم عرض بکنیم مرحوم حضرت آیت الله العظما آیت الله العظما مرعشی نجفی مرعشی نجفی رحمت الله علیه این ذکر را فرمودن ایشان فرمودن که من این ذکر را به جوانی که این مشکل را داشت دادم و بعد از مدتی اون جوان آمد و این مشکل ازدواجش برطرف شده بود لذا همینجا توصیه میکنیم که به جادوگر، ساهر، تعویز نویس اینها مراجعه نکنید ذکرهای خیلی فراوان در هر دردی، در هر مشکلی از ایمه اطهار علیه السلام منقول هست خداوند انشاءالله این انایات رو به ما بفرماید و انشاءالله شما این کلیپ ها را هم و دیگران به اشتراک بگذارید که به ثواب شریک بشوید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین